نگاه سپاه با به مقوله نفوذ و مواجهه با اون چطوری؟ بله، ما همونطور که رهبر عزیز و عظیم شأن ما هم فرمودن، واقعا نفوذ، راهبرد نفوذ، چه فردی و چه جریانی، چه در ارکان حاکمیت، چه در بدنی اجتماعی، این یک دستور کار راهبردی آمریکایی هاست و دیگران که خب واقعا تعقیب هم میکنن در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نمودهای این در این موقعیت‌های مختلف و این جهات مختلف دیده شده، وجود داره و سپاه و نهادهای اطلاعاتی کشور هم با این موضوع برخورد کردن و برخورد هم میکنن. همین الان میبینید که آمریکایی‌ها دنبال این هستن که بعضی از همین نفوذی‌هایی که دستگیر شدن رو آزاد کنن. یک واقعیت وجود داره، ما که نمیتونیم اجازه بدیم که عوامل بیگانه بیان و مسیر سرنوشت ملی کشور ما رو تغییر بدن. شما جریانی به موضوعات نگاه هم جریانی هم فردی فرقی نمیکنه. سیستم های ضد مخصوصا به این جریان های سیاسی داخل شما بله. اونا همینطور که شما فرمودید ببینید، بله نگاه کنید، متاسفانه حالا در هر صورت یا ناآگاهانه یا آمدانه برخی از جریان های سیاسی پژواک صدای بیگانه هستند. به جای اینکه در شرایط جنگ نیروی دفاعی که در خط مقدم ایستاده و میخواد از خط در خط مقدم کاملا بایسته، من اینم عرض کنم، با آمریکایی‌ها باید در خط مقدم جنگید، یک گام نباید عقب اومد. آمریکایی‌ها هر وقت شما محکمید منعطفند، اگه منعطف بشید محکمند. وقتی یک نیروی دفاعی به عرض و طول سپاه در مقابل دشمن در همه عرصه‌ها ایستاده، این نباید تضعیف بشه. من نه اینو به عنوان یک پاسدار میگم، به عنوان یک ایرانی میگم، به عنوان کوچکترین عضو این جامعه میگم. و متاسفانه برخی، چه حالا آدم‌ها فردن، حتی بعضی از ممکنه شخصیت‌ها و مقامات هم باشن که در مسیر این حرکت به اصطلاح خطرناک قرار میگیرن، و چه بعضی از جریانات سیاسی که فکر میکنن اگر با افکار و اندیشه‌های دشمن همسو بشن، اینایی که تکیه‌گاه‌های تفکر و در واقع اون مشرب سیاسیشون غربه، این غرب‌گراهایی که واقعا اینا حالا چه عوامل غرب باشند چه پیرو تفکر غرب، فرقی هم دیگه نمی‌کنه در نتیجه کار. خیلی هم تلاش میکنند که بالاخره بیان بخشهایی از حکومت رو دست بگیرند یا مثلا حاکم بشن یا به نیابت از دشمنان ما عمل کنند. متاسفانه اینا رو ما میبینیم، باید مراقب باشند، موقعیت شناس باشند، دشمن شناس باشند. این تشخیص دوست از دشمن خیلی مهمه. آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ابتدای تولدش تا حالا غیر از با دشمنان این ملت جنگیده؟ غیر از برای عزت این ملت فداکاری کرده؟ نه، بقیه نیروهای مسلح ما همینطورن. بنابراین این واقعیت که شما فرمودید هست، ولی همه بدونند سپاه اجازه نفوذ نخواهد داد. سر ارزش ها و اعتبار و منزلت این ملت با هیچ کس تعارف نداره، معامله با هیچ کس نخواهد کرد. محکم ایستاده به پشتوانه و تکیگاه این ملت بزرگ.